نوشیدنی گذاشت جلوش، یه تخت نردم گذاشت جلوش، زبانم لال گفت آقا امشب بازی کنیم. این مداحی محمود کریمی، مداح بیت رهبری، جنجال زیادی را در ایران به پا کرده است. کریمی در این مداحی که به صورت زنده از شبکه دوم صدا و سیما پخش شده، داستان فردی را تعریف می کند که بعد از خوردن مشروب و مست شدن با امام حسین، امام سوم شیعیان، قمار بازی می کند و از او می بازد. سر چی بازی کنیم؟ سر دوتا گولی برنج. هر چی بازی کرد باخت. این مداحی کریمی با انتقادهای فراوانی از وی همراه بوده. برخی از روحانیون و افراد مذهبی گفتند مداحی کریمی توهین به امام سوم شیعیان است. اعتراضات سبب شده تا کریمی بار دیگر جلوی دوربین صدا و سیما قرار بگیرد و ضمن توضیح و توجیه از روایتی که تعریف کرده عذرخواهی کند. من یک موضوعی رو قبل از مناجات عرض میکنم. یک حکایتی رو ما بین مناجات پریشب عرض کردم. بعضی از دوستان خب متوجه شدن و بهره‌ای که باید برده می شد برده شد. بعضیا خوب متوجه نشدن و از اون عزیزانی که خوب متوجه نشدن من عذرخواهی می کنم، شاید خوب جان انداختم. و یه عده هستن که خودشون به متوجه نشدن می زنن. این دیگه حالا دست خودشون. اولا موضوعی که عرض کردم حکایت بود، روایت نبود که جایی نوشته باشه. از این چیزها تو زندگی خودمونم همه داریم میبینیم، زیاد داشتیم. اونهایی که مسیرشون یه طرف دیگه ای بود و افتادن تو دامن امام حسین و هدایت شدن. دوم که عرض کردم این بنده خدا در عالم خودش تصور کرد که مقابل حضرت نشسته و من همچین جسارتی نمی کنم که بگم خود حضرت بودن. میتونید دوباره گوش کنین. خیرش هم اینه که بعضی از دوستان ایراد گرفتن، خیرش اینه که حالا یه ده حساس میشن میرن بیشتر گوش میکنن، انشالله برکت بیشتری خواهد داشت. و سوم اینه که عرض کردم نستجیر بالله. چهارم این که ما ملامتی هستیم، ما زیاد شنیدیم از این حرفایی که بالاخره به ما لطف دارن. دوستانی که دنبال یک موضوعی میگردن، خب ما قرآن هم بخونیم ایراد میگیرن و برشون دعا میکنیم انشاءالله خدا به حق امیرالمومنین یه خورده حالا منصفانه تر. بگم خوبه واسه ما، خوبه که میخوایم برگردیم. عمری ازش گذشته بود، نفسش انقدر حق بود، دعا میکرد مستجاب میشد، اهل گریه بود برای امام حسین میمرد. چطور شده بود برگشته بود؟ گفت شب اول محرم اومد دم در تکیه محلشون، نوچه هاش گفتن بریم تو تکیه. گفت هنون که شروع نشده من میرم خونه رو، یه نوشیدنی میخورم به حال خودم برسم، مست میشم. رفت خونش، نوشیدنی گذاشت جلوش، یه تخت نردم گذاشت جلوش، زبانم لال گفت آقا امشب بازی کنیم. هی تاسشون ریخ، هی باخت، دعا
دومیش رو به نیابه اون بر ریخ برد. سر چی بازی کنیم؟ سر دوتا گولی برنج. هر چی بازی کرد باخت، گریش در اومد، دوتا کیسه برنج و زد زیر بغلش رفت. دم صبح دم تکیه کیسه برنجا رو گذاش، گفتم فلانی کجا بودی؟ چقدر کارش درسته. کجا بودی؟ و چی شده؟ گفتن یه خانومی از سر شب منتظر بود، شما رفتید دیگه اول روزه آمد نشست. گفت منتظر فلانی هم. گفتن فلانی رفته. آخرش دید نیومدی، داشت میرفت دم صبح. گفت خسرو خان میاد اینجا، بهش بگی نظرت قبوله، اما هیچ وقت با بچه من قمار نکن. دل صاف بیار، هرچی میخوای ببر. دل صاف بیار، هرچی میخوای ببر. کجان صافی دلا؟ کجاستون سرداری که یهوم در رکاب امام زبانش ایستاد و جنگید، برا رفاه مردم، برا دفاع از حرم، آخرشم اومد تو ذریح مطهر امام رضا، امضا شهادتشو گرفت رفت. آی شهدا، شما دل صاف بردید. و ما انا یا سیدی و ما خطری حبنی بفضل، من چه ارزشی دارم؟ به فضلت به من رحم کن، ببخش. دیدی چطور میشه برگشت دل صاف بشه؟ از کجا میارن کجا؟ دیگه دم در نشست، از در خونه ما حسین تکون نگرد. همه گناهشو کنار گذاشت، گفت دیگه من فقط مال حسینم. دیگه ایشکی نمیتونست از ما حسین جداش کنه. دلم گرفت مرا که قلم گرفت عمو، گمان کنم که مرا دست کم گرفت عمو. روزه عبدالله ابن حسن بخونه امشب در خونه امام حسن، برای آن که مرا لحظه رها نکند، زمان رفتن از عم قسم گرفت عمو. فقط به خیمه منم شیرخوارم رفته، ولی مسیر مرا از حرم گرفت عمو. دم ودا به من گفت خیمه ها با تو، به گریه بوسه ای از صورتم گرفت عمو. شلوغ شد دم گودام.
ناگهان دیدم